خدمت حسین، فاندر لیبل تافسانزیم، یکی از متال هدای خیلی خفن، و اینجاییم که راجبه یک کانتنت جالب که خیلی درخواست داشته صحبت کنیم. میخواییم بریم سراغ این که آقا تا الان تو سال 2022 چه آلبوم هایی اومده که خیلی خوب بوده، و یه تاپ 10ی از خودمون درست کردیم که راجبه این تاپ 10 صحبت کنیم. پس اگه 2022 رو میس دادید آلبوماشو و تا الان گوش ندادید، اصلا نگران نباشید، اینجا میتونید کلی آلبوم خفن پیدا کنید. حسین جان در خدمتیم. سلام، مرسی که دعوت کردی و مرسی که اصلا این درخواستی کردم، چون خیلی موضوع جالبیه. من خودم هر سال همش لیستی درست میکنم. حالا الان وسط سالم تقریبا، یعنی یه سری خیلی آلبوم مونده که داره میان، ولی باز خیلی تا همینجا هم خیلی آلبوم خفن اومده که میشه راجبش بحث کردیم، و حدس هم میزنم خیلی ها به قول تو میس کرده باشن خیلی از اینا رو، و خود من مثلا ممکنه خیلی چیزا رو میس کرده باشم، مثلا خیلی کامنت بذارم من و تو اصلا شاید میس کرده باشیم. دقیقا نکته خیلی خوبی بود که حسین بهش اشاره کرد. پس شما هم تاپ 10 تون حتما کامنت کنید که حالا ما هم اگه آلبومی رو میس داده باشیم گوش بدیم و کلا یه فضای باحالی بسازیم توی کامنت ها، که اگه یکی اومد دیگه ویدیو رو دید، کامنت ها رو خون، دیگه 100 تا آلبوم بهش معرفی کرده باشیم. خب آقا از آلبوم دهم شروع کنیم. این رتبه بندی خیلی سخت بود برای من. بابا یعنی من حالا تاپ رو تونستم انتخاب کنم، یعنی یه دونه تاپ دارم، ولی بقیه رو خیلی سخته که مثلا یعنی رتبه بندی کنی دو و سوم چهارم فلان. ولی خب اوکی، از اون دهمی که من نوشتم اوکی، ولی من از خود دهم تا از دهم، ولی خودت شروع کن. اصلا احتمال داره که من تو لیست خودم که آخر سال دوباره میدم یه سری از آلبوم های اینجا اصلا تو تاپ 10 نباشن، یعنی کاملا این داستان هم میتونه اتفاق بیفته. آلبوم دهم من دای فینرال وی آر د اپوکالیپس، آلبومی که امسال منتشر شد. نظر چیه راجبش؟ نظرم این که من اصلا کلان آلبوم قبلیش هم خیلی حال کرده بودم باش، 2016 بود فکر میکنم، ورد شادوز رین برو برگم، که این هم دقیقا انگار دارک فینرال خیلی بهتر عوض میشن در یاد باشه، ولی این دوتا آلبوم خیلی نزدیک به هم بودن به نظر من، و ببین چیز خاصی زیاد، یعنی احساس میکنم چیز جدیدی نه بود، ولی خب همون دارک فینرال دور تقریبا و همون مدلی بود، و دیگه کاورش هم خیلی شبیه کاور آلبوم قبلی در کلا تم آبی دارن. آره داغ چیز عجیبی بود، ولی اینکه آلبوم میده هنوز بعد این همه سال خیلی خفنه واقعا، و دوستش داشتم. آره ولی خب من تو فایل لیست خودم اینو نیاوردم، چون مثلا نظرم بیشتر دنبال چیزی بودم که نظر جدید رو بردم یا مثلا عوض شدن، یعنی این مدل مسائل مال کانتنت. ولی خب اینو دیگه حالت دارک فیونرال من چی بگم، مثلا نمیشه بگم بعد. من اتفاقا دلیل اصلی که اووردمش این بود که بتونم راجعش حرف بزنم، چون ببین امضا رو داره دارک فیونرال، یعنی تو دارک فیونرال گوش بدی مثل دارک فینرال خیلی کمه که حالا بتونی پیدا کنی، هر کیم بتونه اینجوری کار بده میگن ای کپیه که دارک فینراله، یعنی همچه امضایی واسه خودش ساخته، و منی که حالا یه جورایی فن قدیمی اینام خیلی راضی بودم از این آلبوم، مخصوصا وقتی که وکالو عوض کردن، اون گولو بردن کنار، یه گول دیگر رو بردن، این خیلی واسه من هیجان انگیز بود، و واسه همین اصلا دلیل اینکه این توی لیست منه به خاطر اینکه دوست داشتم راجع بهش یکم صحبت کنیم. حالا خوب بود، یعنی مثلا میدونی میکس ماستر خیلی میکس، آره قشنگ مدرن و ساوند خیلی ترتمیز داشت. بود این آلبوم دهم من الگوریتم دیتا رنایسانس یا رنسانس و رنسانس که ما بگیم، که یه در واقع بیشتر الکترونیکه، خب میشه گفت 60-40 شاید روی الکترونیک باشه، ولی خب خیلی پارت متال هم داره، و این الگوریتم همیشه چون نوآور بوده و خیلی در واقع چیز جدید هی می آورده و اینا با متال میکس میکرده، خیلی من دوستش داشتم. اینسترومنتال هم از کلن دیگه، و میگم فرانسوی، این فرانسوی ها هستم هر چی موزیک مریضه مثلا خیلی عجیب غریب و آوانگارد تو میبینه این فرانسه میاد دیگه. دقیقاً والا دقیقا همونه، تازه هم آلبومش اومده، یعنی کل آلبوم سینگل سینگل داد همه ترک ها رو دیگه اومد همش دیگه، و این دهم به نظر من توی اون لیست من میتونست دهم بشه. و این به نظرم یکی از متفاوت ترین آلبوم های لیست دوتامونه، یعنی خیلی متفاوت فضایی که داره میده بهشون، و خیلی دوست داشتم لیست تو من دیدم، خیلی دوست داشتم، آلبوم های خیلی خوبی توشه، و این یه فضایی اصلا عجیب و غریبی داره، یعنی یه فضایی واقعا خوبی رو میسازه، و اگه موسیقی الکترونیکی دوست دارید
صد در صد یه سری باید بهش بزنید، اصلا نباید میس بدن این آلبوم و این بند رو اصلا. خیلی قویه، خیلی قویه، کوالیتیش هم که اصلا عجیب غریب، مسترش خیلی قویه، یعنی اصلا من تو این مایه که ندیده بودم. دو نفر نده؟ نه یه نفر. یه نفره؟ یه موزیک ویدیو داده بودم فکر کنم دو نفر درامر باهاش بود. آره تو موزیک ویدیو یه درامر میاره مثلا، ولی خب کلا سانگ رایتینگ و دعوت گیتاریست و همش خودشه دیگه، همون یه یارو میاره. خیلی خفن، عجیب و غریب خفن. فکر کنم خیلی ناشناختن تو ایران. البته تو ایران تقریبا آره خیلی هم نه، ولی خب کلن بند underrated دیگه. میریم سراغ آلبوم نهم من. یک آلبوم فوق العاده ترسناک، یک آلبوم وحشتناک. قشنگ آلبوم جوریه که وقتی که تو گوش میدی موهای تنت سیخ میشه، انقدر اتمسفر ترک سنگین ترسناک. و آلبوم جدید Blood as Nord، عجب آلبومی. یعنی من موقعی که داشتم این آلبومو گوش میدادم موهای تنم سیخ شده بود، نمیدونستم چقدر زیبا میتونه یه اتمسفر سنگین باشه. و اینو ببین، مثل یه قرصیه که، یعنی آلبومی که گوش میدی مثل یه قرصیه که تو تازه شروع کردی، قرص اعصاب و روان، دیدی اول منگ میشی، نمیدونی که داری چی کار میکنی، و هر چقدر مثلا بیشتر و بیشتر ترکو پیش میبری و زمان بیشتری با آلبوم سپری میکنی، بیشتر عادت میکنی بهش و تازه میفهمی که اینا دارن چی کار میکنن تو این آلبوم. آلبومو گوش دادی؟ آره ببین اصلا خیلی جالبه که اون پارتای امبینت و یه سه جا هست که سینت و فضا سازیده، حتی اونا هم اکستریمه، یعنی مثلا میدونی تو بلارو از پد داره استفاده میکنه، ولی همون پده تو اکستریم ترین حالت ممکنه. و خیلی اون آلبوم 2019 شما رو قبلیشون بود کلا این فضا سایکدلیکشون و اینا خیلی خوبه، اصلا خیلی هم ترسناکه هم عجیب غریبه، میدونی یعنی تو خیلی راجبش صحبت کردن سخته اصلا کلا. و دقیقاً آلبومی که اصلا حتماً باید کاره، حتماً باید بذاری کامل گوش بدی، یعنی مثلا یو تکسه رو پلی کنی زیاد آره چه خوب شد اینو گفتی، چون میخواستم بگم که اصلا با 10-15 ثانیه آلبوم قضاوت نکنید، یعنی تایم بدید بهش کاملا. مثل چیز دارک اسپیس هم، دارک اسپیس بود دیگه، یه همچین داستانی داره. اونم نباید یه ترک رو کوتاه گوش بدی، باید کامل بری رو آلبوم. اینا یه مجموعه اینا هم فرانسوی هم لامستوی، هر چی موزیک که میبینید دو دام چیز مریض فرانسوی. الان فرانسوی ها تو متال خیلی بهتره. من واسم کشور اول فرانسه سلون، چه توی بلک متال چه کلن جانر متال، الان فرانسه خیلی جلو. منم تقریبا فکر میکنم آره فرانسه لامسته باشه اصلا تو همه جانر، مثلا هم آره. ایگور هست دیدی چه اصلا دیدیم توی چی اصلا چرا صحبت هست اونو یه برنامه جدا برنامه بذاریم آره یه دونه قسمان رو جدا ایگور. آلبوم نوه من اوکرینیوس بود، مرسی دینایید. و من میدونی اوکرینیوس من همیشه سر بوکالش قدیم و خیلی دوستش داشتم، این آلبومش هم خیلی در واقع اون چیزی که من انتظار داشتم، دقیقا خیلی از آلبوم که تو این لیست با انتظار من فرق داشت، این یه دونه دقیقا چیزی که تو ذهنم بود همون اون بروتال بودنش رو داشت کاملا، اون فضای اسلمپورش رو داشت. و میدونی خیلی هم چیز نکردن، یه سری بنده اسلام خیلی دیگه زیاده روی میکنن و اون بخش ملودی و گروهی بودن و کچی بودن ندارن دقیقا. ولی خب میگم آکرینیوس جز اونایی بود که داشت با هلو خیلی چیزا جواب بود دیگه. من اصلا اصلا از این آلبوم هست که ترک اول گوش بده طرف میفهمه داستان چیه، یعنی انقدر کچیه ترک از همون اول میگیرته. و چه کابر آرتی داره، چه کابر آرتی داره، کابر آرت حرف نداره واقعا. خوبیش میگم آره همینه دیگه، جز اون اسپنده اسلام و بروتالیه که ملودی که باید چیز کچی تره، یعنی نسبت به خیلی هاش که فقط صرف هایی دوم 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 یه ریتمس میدونی دقیقا، یه ملودی هم لوسش هم نکرد، یعنی خیلی همون فضای بروتال ملودی هر جواده داره. خیلی بکنم انگلیسی هم بود اگه شانت کنم کشور نمیدونم بکنم انگلیسی خیلی بنده تحویزی هم باید واقعا حتما. آلبوم هشتم من یک آلبومیه که خیلی سخته من راجبش حرف بزنم، ولی هیچی جز لذت از این آلبوم نصیب من یکی نشد و اینو تو بندکپ من پیدا کردم، یعنی داشتم لیستا رو میدیدم دقیقاً داشتم نه فقط تو بندکپ پیدا کردم، بعد چند یه هفته دو هفته بعدش فکر کنم تو اسپاتیفای منتشر شد.
بعد موقعی که داشتم لیستا رو میدیدم که مثلا این هفته چه آلبوم هایی خیلی فروش داشته، این جزء تاپ 5 بود. گفتم که چه جالبه، مثلا اسم بند رو نمیدونستم مثلا داستان چی، اولین بار بود که باهاش آشنا میشدم. رفتم گوش کردم دیدم این چی آخه. این پدیده ای امسال منه واقعیتش. تراما باند و یک آلبوم عجیب و غریب داده، و گوش دادی آلبومو؟ آره، همون بعد اینکه تو چیز خیلی رفتم گوش دادم و میگم من گرایندکور جدیدن خیلی زیاد نشینده بودم، این جزء مثلا معدود گرایندکور بود که حالا امسا که اصلا یادم نمیاد چیزی که درست گوش داده باشم گرایندکور، ولی این لامصب خیلی خوب بود. ولی خب یه مشکل داشت، خیلی چیزا خیلی دیگه انگار اصلا به مارکتینگ و اینا اهمیت نمیده، اصلا مهم نبود، اصلا تو سرچ بکنی اینا اصلا نه عکسشون درست حسابی میاد. خیلی مشکل حالا شاید بگیم شاید خوش نمیخوام، حالا ولی از بندم یه زن یه مرد واقعا نمیدونم. آره یه زن و یه مردن، دو نفرن کلا. خیلی سگ بود عجیب و غریبه، اصلا واقعا عجیبه. آره این تراما باند، ولی من رو اپل موزیک سرچ کردم نبود. نه اون تایم توی فقط بندکمپ بود، تایمی که لیستامون رو ما با هم چیز کردیم فقط تو بندکمپ بود. فکر کنم دو هفته بعدش فقط دوباره تو اسپاتیفای منتشر شد، هنوز جاهای مختلف نمیتونی پیدا کنی، اینقدر اینا مهم نی واسه شون زیادی دیگه حال میکنن. شغل کردم. آره بریم باشون صحبت کنیم بیان رو تاپ سامس. جدی من فکر کنم لیبل درست حسابی هم ندارن. لیبل ندارن، نه اصلا لیبل ندارن، چیزن مستقل کامل خودشون. مرامی براتون اوکی میکنه خیلی خیلی چیزن واقعا underrated، معنی underrated کامل اینا، اصلا underrated ترین آلبوم فکر کنم این لیست کلا لیست من تو همین یه دونه است فکر کنم از همشون سرین. آره واقعا آلبوم هشتمه من یه آلبوم خیلی سنگین تکنیکال توره که در این حال خیلی هم مینستریم و معروف هن. بند انیمالز از لیدرز آلبوم پارزیا بکنم تلفظ میشه که میگم مثل همیشه دوتا گیتاریست خفن توزین عباسی و فابیه ریس اصلا یک صدایی با گیتار در میاره، یک کارایی میکنم که من واقعا کلام خارجه. میدونی شست گیتاریست ها دیدی چطوری انیمالز از لیدرز توزین عباسی؟ ببین تا اینقدر اسلاب میکنه رو بیسیس ندارن یا با هشت سیم میزن خیلی خوبه. مثل همیشه هم کاورش خفن بود، هم آهنگسازش خفن بود، هم میکسش بند خیلی چیزن دیگه. این سنگین ترین آلبوم تو لیسته دیگه، کامل تو لیست من و تو این سنگین ترین، خیلی آلبوم سنگینه. آلبوم تکنیکی فقط. آره بعد چقدر تکنیکیه، من مغزم قشنگ سوت کشید، من نمیدونستم دارن چی کار میکنن تو آلبوم، یعنی اینقدر تکنیک دیگه عجیب و غریبه. اصلا زمان بندی هاشون مثلا شما ریتم هاشون اینا خیلی فضاییه قشنگ، مثلا ریتم نمیدونم 24 ششم نمیدونم، مثلا یه چیزایی میدونم واقعا اصلا منم سواله. خیلی حرفه اینقدر تکنیکی باشی، اینقدر سنگین باشی و کچی هم باشی، این خیلی حرفه. اصلا من ندیدم بندهای زیادی بتونن از پس این همچین کاری بر بیان، یعنی من مشکلی که با خیلی از خیلی خوبن، واقعا آلبوم خیلی قویه. این اگه میخواید آلبوم سنگین درست و حسابی گوش بدید همین الان برید سراغش، وحشت کلا انیماز از لیدرز کلا دیگه. حالا از این شروع کنه قبلی را گوش نمیدید تو اونا هم هر کدومشون بیاد سمیه هنه نمیشه واقعا گفت کدوم بهتر درش اسم بهشون میاد کاملا حیوون هم نشنگ نه حیوون آلبوم هفتم آلبومیه که هم تو لیست من هست هم تو لیست حسینه و تنها آلبومیه که تو لیست ما مشترکه، واقعا هم نمیشد حذفش کنیم، یعنی هیچ کدوم فکر نکنم میتونستیم اینو نذاریم. آره. آلبوم جدید شد آف اینتنته، یعنی بگو اول تو لیستت بگو چندمین آلبومه که یک بار راجبش کلا صحبت کنیم، من واسم هفتمی بود. ببین شاید باورت نشه بابا برای منم هفتمیه الان. آره هفتم، ولی میگم برای من ترتیب از دو به بعد ترتیب نداره، ترتیب خاصی به اون شکل یک فقط چیز بود. و شاید آف اینتنت هم باشید، میگم من قشنگ یادم اگر استارت زده بودن یه بند اسمش از بازی هیلو اومده، بند آنلاین بودن که یه دونه آلبوم دادن بعد یهو گرفت جدیش هم ممبر رو بردن یهو سبک عوض کرد، از اون ملانکولی به بعد دیگه فاز هیلو نداشت دیگه، شخصی و
مثلا دپرشن و راجع به اینا بود. آره. و این هم دیگه قشنگ وکاله هی داره سنش میره بالاتر. بندور چه وکالیه، یعنی اصلا من الان میذارمش تو استیه را، یعنی من وکالا رو رده بندی کرده بودم و اینو فکرم گوشتم ای الان میذارمش اس، دیگه چه کار میخواد کنه یک وکال؟ آره کاملا همه کاری کرد. بعد برنامه نیکو دیدی اوورده بودنشون اینا رو؟ نیکش نکتورال؟ آره نه تو توییچ اوورده بودنشون. من با درامرشون دوستم، من با درامرشون خیلی خیلی هم چه انسان های خوبی هم هستن واقعا، خیلی مشتیان، یعنی اصلا ببین خیلی خفن دیگه، میدونی همین. و اگه دقت کنی وکالش خیلی مثل وکال کتل دیکاپیتیشنه. آره. من اول احساس میکنم، بعد دیدم که مثلا اصلا استادش بوده یارو، میدونی؟ نه بابا من نمیدونستم. آره یه دوره، آره یه دوره با اون چیز میکرد. دمش گرم، هم خودش خیلی خفنه هم شاگرداش، نگاه کن که آجی همین خودش صد تا استاد شاگرد، خودش عجیب و غریبه دیگه. بعد اوورده بودش نیک، داشتن ترکار گوش میکردن، بعد شب اولی بود که آلبوم اومده بود، همون شب آورده بودنشون. بعد من دروانی آلبوم شده بودم، هی داشتم هد میزدم، بعد رفتم تو توییچ ببینم که میخوان چی بگم. اومده بودن اینجوری آلبوم گوش میدادن، یعنی کوچیکترین چوب کبریت اصلا نه حسی داشت تو قیافش داشت چیزی. بعد میگفتش، بعد نیک داشت ازش تعریف میکرد چجوری اینجوری کردی فلان اینجور چیزا، گفت آره خوب بوده تونسته بودیم انجام بدیم، اصلا مهم نبود واسش. خیلی عجیب بود این اصلا واسه من. خیلی خوبه. آره و لیبل هم گرفتن و اصلا تو تور میذارن با کنیبال کورس، بازدید خوبی هم خود یه جورایی. جورشیش هم تعریف کرده بود فکر کنم ازشون، فکر کنم چیز هم بود تو آلبوم دیگه، وکال فیل بوزمن وای چپل بود و وکال چاک بیلی تستامنت، این دوتا هم تو آلبوم بودن. فیتای خوبی داره واقعا، فیتای خوبی داره اصلا، حقشونه واقعا. دوست داشتم این که این هم هم بازدید خورد و دوست داشتم، البته بازم خیلی بیشتر از این حرفا باید بگیرن، ولی خب برحال. ولی آره باز آلبوم بعدی من از یک ژانریه که زیاد مهربون نیستم با این ژانر، ولی جوری این آلبوم خوبه که من احتمالاً مثلا تو لیست آخر سالم هم همین جایگاه باشه، شایدم بالاتر، یعنی شاید مثلا اینو بیارمش بالاتر حتی. یک آلبوم دستومه که این اصلا کامل فوق‌العاده است، یعنی وقتی که تو یک ژانری رو دوست نداشته باشی و یک آلبوم توی تاپ 10 خودت بیاری، ببین چه کار کردن اینا. Temple of Void یک آلبومی داد که من تک تک ترک های این آلبوم رو اد کردم تو پلیلیستم، یعنی هی گوش دادم پشت سر هم. و چه آلبومیه پسر، چه آلبومیه. از دستون واقعا چی میخواد آدم؟ همینو میخواد. یه فاز پارادایز لاستوری داشت و چیز بود، یه ترک داشت هکس نام کرس ان کانجوری هم اسمی داشت، کلین بود و اون کلیناش اون فضای اتمسفرش چقدر قفن بود واقعا. میگم دستو همش جانر بود که من خیلی ازت دور شده بودم ازش و اصلا ریلیز جنگ خفنی هم نمیدم، ولی این تمپل آف فوید خیلی خفنه. بعد میشه گفت واقعا حرف نداشت جا. من چون آلبوم قبلیش هم خیلی دوست داشتم، من با آلبوم قبلیش خیلی بیشتر میده اونم، این یه ذره چیزتر بود، کچیتر و ملودیکتر بود. آره همه پسندتر شده. آره یه ذره خوشکتر بود، ولی مثلا با اختلاف یه ریزه ها، ولی اون به نظر من بهتر بود. ولی این مثلا فرق بین بسیار عالی و عالیه برام. کلن خیلی بنده قوی هم، ولی واقعا بنده خیلی قوی هم. اینم من ندیدم زیاد راجبش صحبت کنم. آره نه اصلا خیلی عجیبه اصلا. که چون اصلا underrated هم اونجوری underrated نیست، یعنی ویوشو داره نیست. آره ویوشو دارن ولی نمیدونم چرا کسی راجعش صحبت نمی کنه، عجیبه واقعا. مثلا آلبوم ششم چیه؟ آلبوم ششم من یه بند پراگرسیو خار و مادر، یعنی کلا اصلا از قدیم هم همینطوری بودن، به نام پرسفونی تلفظ میشه فکر کنم، پرسفونی میشه که برای چیزم، برای مال یه کشور خیلی عجیب غریب اطراف اسپانیاس، برای اونجا هم این بند. و میگم خیلی از اون اهم موجی استارتن یه فضاهای اوپسوار دارن تا مثلا به دستور میرسن، خیلی بالا پایین های تمیزی داره و حالا تو کنه اصلا تو کارنامه شون خیلی فیتای قبیلی هم دارن، یعنی جز بنده مثلا توی ژانر پروگرسیو و حالا پروگرسیو دست و اینا خیلی جز اصلا ریسپکتد هم واقعا.
و این آلبومشون هم من خبر نشدم آلبوم میدن، خیلی یه سورپرایزی اومد و خیلی ترفیمیز درسته بود به نظر من. و میگم اینکه پنج شیشون بود مثلا تو لیست، من نظر چیز بودم گفتم مثلا کاش بالاتر بود، ولی خب خیلی از دیگه همشون چیزن، نمیشه ریت بندی کرد، خیلی سخته واقعا. یکی از تو گوش دادی؟ دوستش دید؟ آره من اتفاقا میدونی تو کجا گوش دادم؟ من این بند رو نمیشناختم واقعیتش، تا قبل امسال نمیشناختم. یه کانتنت من دارم درست میکنم، متال در دور دنیا، از کشور فوق العاده شر و ورش پیدا کردم، یعنی خیلی شانسی دیدم. لیبل نیکول بلاست جزایر فارو فکر کنم. آره یه همچی چیز کلا 6 تا بند فکر کنم، 10 تا بند داره واسه 6 تا آدم کلا داره یکیش اینه مگه میشه یه همچین چیزی؟ بعد اصلا تعجب کرده بودم مگه میشه یه همچین چیزی. کیبورد خیلی خوبی داره، درامر خیلی خوبی هم داره، کیبوردش آره کیبورد رو وکاله میذاره اگه یاد درستش، اگه درست یادم باشه وکال فکر کنم اونم شرکت میکنه، ولی وکالش جداست، یعنی موزیک ویدیوشی که من دیدم وکال جدا بود، کیبوردیست جدا بود. آره آره خب پس ولی آره کیبورد وکال هم اجرا میکنه، کلینا رو فکر کنم کیبورد اگه درست یادم باشه آره، یعنی کیبوردم آره آره ولی خیلی خوبه قشنگ کورکوپرم ریخته بودم. نمودارش اینطوریه دیگه، هم تو ویو و معروف شدن هم تو موزیک. اصلا من فهمی کم یه جا استاپ میشه ولی دیگه دارم میرن، نمیدونم تو کی قراره دارم با این داستان. یکی از معدود بنده جدیدیه که نیکول بلاست واقعا داره خوب پروموتش میکنه، چون نیکول بلاست الان دوباره رفته تو سراغ بندهای قدیمی، هی داره راجع به اونا حرف میزنه و اینا، ولی اینم خوب تبلیغ کرد با این چیزه. یه کانتنت بیا بزنیم 10 تا آلبومی که خیلی خیلی اوورریتد شده، یعنی اونم باید بذاریم، یعنی من راجع به این بند هندیه میخوام کتاب بنویسم. آخ 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 وای وای چی جوری اینو میگن خوبه من نمیفهمم. مارکتینگ خوب دیگه الکی بعد رپ هم اضافه کردن بهش، الان فاز ضد نژاد پرستی هم هست تو اروپا، فاز کول بودن اگه مثلا میدونی همین دیگه، یعنی قشنگ ترندا رو میدونن تو دنیا چیه، مثلا ال جی بی تی کیو فلان فلان قشنگ همون خطو میرن و تجاری خارما دارن دیگه. آره واقعا هم بده، واقعا هم بدن، هیچ جوره من نمیتونم قبول کنم اینا خوبن. بریم سراغ آلبوم پنجم، تاپ 5. آلبوم پنجم من آلبومیه که من کامل کل آلبوم و یه کانتنت درست کردم و آنالپسی عجب آلبومی. من دیگه فکر کنم یک ساعت راجبش صحبت، یک ساعت بود دیگه فکر کنم ویدیوم یک ساعته یا 40 دقیقه است، یک ساعت راجب این آلبوم صحبت کردم و میخوام نظر تو رو بدونم چون من کامل راجبش حرف زدم قبلا. این آنالپسی و همون آکترینوس مونده بود، میخواستم یکیش رو بزنم تو لیست و طبق اون ویدیو تو حد سمی بود که تو میذاری این رو، برای همین چیز کردم اینم باز اسکیپ کردم خودم. ولی ببین خیلی بود این دقیقا اینا مثل هم آکترینوس، فرقشون با اسلام های دیگه اینه که خیلی یعنی نمیدونی ملودی که بازی رو دارن تو موسیقیشون، پروداکشنشون خیلی مدرن و تمیزه و ممبراش هم کلا عوض شده، یعنی چند سال پیش فکر کنم یه شیفت کلی خورده، از بند نکروویل یه سری اومدن، از انایلیشن اومدن، یه تغییر کلی دادن. چقدر هم خوب ولی خودشون جمع کردن، اتفاقی که زیاد نمیفته واقعا اینجوری ممبر عوض کردن و دوباره آوردن خیلی کار سنگینه. آره همین آره و ترکوندن دیگه. میگم تو یه ساعت صحبت کردهش مثلا چی بگم، ولی اندینگ آلبوم چه خوب بود، یعنی یه هو فضا رو کامل عوض کرد، یعنی همه ترک ها عالی باشه. فکر کنم اون یعنی آلبوم بعدی نمیدونم، حالا احتمالا همون فتا بره چون این تریکو یه سری بنده میزنن که احتمال داره کور مثلا بوده باشه آخرش. آره مثل آلبوم بعدی عجیبن، خیلی عجیبن. تاپ پای به من ببین پاردشه پنجمین آلبوم لیمینال رایت، اون یه بندی که یه آلبوم 2013ش من باش آشنا شدم چند سال پیش، اون فاز اتمسفریک و کلینش یه بر، اون فاز پارش خوندن و گرولش هم یه بر، خیلی تمیز کنار هم قرار گرفتم و خیلی بند خفنیه. پارسال هم یه ای پی دادن، یه پارسال بیار سال خیلی درست حسابی هم دیگه و کوالیتی و ایناش هم دیدی دیگه چه چیزه، از هم کاورش هم نمیدونم از آهنگسازیش، وکال هم کلیناش هم پارشش هم بیسش هم اصلا همه چیش. یکی آلبومایی بود که من میستاده بودم امسال و مطمئنن تو لیست من میاد آخر سال چون خیلی دوستش داشتم. اینا آندر ریتن خیلی دوستش داشتم.
بعد کاور آرت چقدر خوشگله کاور آرتش. کاوراشو همیشه خیلی مریضه، نمیدونم چی میزنه ولی خیلی اتمسفر، یعنی اصلا اتمسفر موزیک چیه بازسازی داره همون رو کاورم. من واقعا سعی میکنم نسخه فیزیکیشو بخرم، انقدر دوست دارم آلبومو، یعنی همه جوره دوست دارم، یعنی کامل یک اثر هنری کامل از آرت بگیر تا نمیدونم. بعد چه میکس و مستر درسته حسابی. آره چقدر درسته حسابی، پیشرفت کرده نسبت به قبل. آره چقدر درسته اون موقع اصلا خیلی خوبه. من تیشرتش تصور کنم، من تیشرتش دیدم آلبوم چهارم من از یک بند خار و مادر underrated. یعنی این بند یه دونه آلبوم دارن، من خیلی وقته میخوام راجع به اینا یک ویدیو بسازم، هی نمیشه چون که حالا کلن خیلی راجبشون کم صحبت شده و اینجور چیزا. بند روسیه، بلک متاله و خار و مادر underratedن. بعد تو میخوای آلبومشو بخری، یه دونه یوتیوبر بلک متال ما داریم آلمانیه، کالکشن هم جمع میکنه. بعد میگفتش که من میخواستم آلبوم اینا رو بخرم، دهنم سرویس شده، اعضای بند رو پیدا کردم، باهاشون حرف زدم، واسم بفرستید من بدم اینجا آلبومتون رو فیزیکی بتونم بگیرم، پولشم براتون میفرستم. اینجوری underratedن، یعنی اینجوری هن اینا بودم قبل از اینکه تو بگی. اصلا اسمشون نشده بود، اصلا عجیب و غریبه. بعد خیلی شانسی من پیدا کردم، چون یه هفته بعدش تو اسپاتیفای اومد و تو بلک متال پروموشن استریم شد آلبومشون Better Demonads. یه آلبومی دادن که اصلا حرف نداری این آلبوم، یعنی بلک متال اینه. چقدر خوبه این آلبوم، اصلا فاز اوندسکولر رو داشت، فاز ملودیک هم داشت. من روسیه بلک متالای خوبی داره، واقعا بلک متالای خوبی داره. آره. بلک متال قویه، اصلا اتمسفر خودت کشور روسیه میخوره، سرد فضا، سرده. آره فضا سرد، افسرده است کامل، و کامل آلبوم همینه. و میدونی جنگ منگ آره بازشون حالشون بده. آره مقداری حال بعضیاشون که وطن پرستن و در اصل پشت پوتین و نیسریاشون هم که انسانه، ولی به هر حال که یه چیزی که تو این آلبوم خیلی دوست داشتم اینه که الکی شلوغ نبود چیزی، یعنی میدونی بعضی وقتا بنده بلک متال الکی شلوغش میکنن، خیلی الکی پر سر و صدا، آلبوم کامل همه چی سر جاشه، درام خوب، ریف گیتار عالی، وکالم خوب بود و واقعا آلبوم خوبی بود. یعنی اسم این بند میاد، من میدونم که یک آلبوم فوق العاده هست. آلبوم قبلیشون هم خیلی من دوست دارم، فکر کنم اولین آلبومشون هم هست. یه آلبوم دارن اینا، چه آلبومیه، کلن خیلی خفن. اینو من دوست داشتم بذارم مثلا آلبوم دوم اینا، یعنی من سه تا اول دارم، این آلبوم دوم منه، یعنی سه تا اول من دارم باشه. از الان دیگه سه تا بعدی اول هم داره. اول هم داره چیزی که من حالا پس باید برم قبلش هم گوش بدم، زیاد نرستم اینو گوش بدم، ولی خب باشه میگم اون اولدسکول بلک رو حس کردم توشو که اومده با اون ملودی که قاطی‌تر رو چیز خیلی خوبی و خیلی هم باز این هم باز خیلی underrated نزدیکای همون چودون ترامابان. آره آره دقیقا اون مولو هاش یه ذره باز بعضشون بهتر از اون هست، ولی باز هم این هم میگم مثل تابال اسمشون نشدیم و حدیث تو بهش رسیدم و باز هم باید بیشتر گوش بدم که بهش عامل چیز شدم قبلیش هم باید شدم جدید هم. آره آره کلن هم دو تا آلبوم دارن، یعنی 2011 بعد بنده فکرم تشکیل شده تا اونجا که میدونم فکر کنم. آره تمیز هم دیگه باشه برخونه رو باید چهارم من خب اوریجینه کیاسموس. اصلا اوریجین کلن یکی از فیوریت هم بوده همیشه و هست و خواهد بود، ولی این هم جز آلبوم هایی که خیلی باش دیگه هم فکر میکنم فرداش، چون از اون فاز ببین اوریجین خیلی خوش بود، ریف محور و چیز بود، تکنیکال فقط تکنیک بود. آره. این آلبوم خیلی گرووی شده بود، یه این اصلا اولش یه ذره تعجب کردم راستش شنیدم، یه ذره خود تو ذوقم و هوایلش کنم چه اینطوری شد بدم، بعد یه ذره که زمان گذاشتم نه بابا چی کار کردن لامصب فرق داره با قبلی ها، ولی اصلا اون امضا اوریجینال داره درامرشون که اصلا هم جز تا تیریه تو اسپید دنیا واقعا نداره بود اصلا جان لانگ استریت هم چه اسمه، ولی میگم اول تفاوتش با اون قبلش خود تو ذوق فرق زره، ولی بعد گوشتم میگم وای وای خیلی داشت یک نواخ پیش میرفت آلبوم قبلش، هر چند سود زود به زود آلبوم میدادم چند شبیه هم بود و اینا، ولی یه با اینو داد اصلا. آره اتفاق میخواستم منم بگم که اینا یه تغییر عجیب و غریبی داشتن،
یه تغییر آره عجیب و غریبی داشتن و واقعیتش منم حتی اولش زد تو ذوقم و گوش ندادم تا اینکه لیست تو رو دیدم. واقعیتش یعنی یه بار گوش دادم آلبوم و خوشم نیومد، لیست تو گوش دادم گفتم خب حتما یه چیزی داره که آوردی، باید بهش تایم بدم و دارم بهش تایم میدم و آره تا الان اوکی بودم باش. و فکر کنم اینم از اون آلبومایی که واسه اینکه ببینی دوستش داری یا نه جدا از اینکه بعد تایم بدی، ترک اولش میتونه معرفی خیلی خوبی باشه واسه کل چیزی که تو آلبوم میبینی. آره چون بکنم. خیلی اونطوری داستانی طور نیست. آره. مثل پلات آسنورت اینا یعنی ترک مثلا و همش هم اون امضا رو داره، اون گروهی بودنه، اون تکنیکال خیلی تکنیکی بودنه، اسپیدش اینا همش تو همش هست. دقیقا ترک یک خوب گفتی. آره بچه‌ها من سه تا رتبه یک دارم، یعنی سه تاشون رو در یه حد دوست دارم و اصلا نمیدونستم کدوم اول بذارم. بعد این آلبومی که الان میخوام برم سراغش، آلبوم سوم من، گوش دادی آلبومو؟ نه اصلا قبل اینکه تو بگید. و برعکس اوریجین دقیقا اینا خیلی به نظر من هیویتر شدن نسبت. آره. و تو به خود صحبت کن، من حالا میگم بعدش. من آره دوست اصلا دوستشون داشتم. سور همیشه اینا خوب بودن، همیشه اینا جز بندایی بودن که فوق العادن، حتی توی کاور آرت هم اینا امضای خودشون دارن تا توی ترک هایی که دارن میدن. و عجب ترکی، وای یه ترک داره، من روانی ریف هایی هم که توی این ترکه، یعنی چند تا ریف مختلف داره، بعد فکر کنم ترکه نمیم چند دقیقه است، ولی این ریف رو مثلا 30 ثانیه توی این ترک تکرار میکنه، یعنی یک بار اول ترک، یک بار مثلا آخرای ترک، همین یه تیکه. بعد انقدر من دوست دارم این یه تیکه هاشو، اصلا نمیدونی چقدر دوست داشتم. یعنی آلبوم من گوش دادم قشنگ آلبومی بود که دوست داشتم، یعنی کامل انتظار داشتم. اصلا نیستم خودم من سلیقه موزیکی زیاد فولک حال نمیکنم، ولی میگم اینم جزء معدود فولک هاست. هم آلبوم هم از قبلش هیوی تر بود، هم پانچی تر بود، دقیقاً هم کچی تر. آره خوراک فنه بلک، هر ریشه ای روز داشته باشن این پایان رو خیلی آره خیلی تمیز. کابرش هم که اصلا خیلی تمیز هم دیگه، اصلا قشن معلوم اهمیت رو دیتیل چه تو موزیک چه تو کابرش، نکات ریز رو دارم قشن خیلی تمیز هم خیلی قشن هنرمند هم آرتیست هم کامه. آره با بریم آلبوم سومت. سوم من یه داره سخت شده بود برام، ولی من چیز رو انتخاب کردم، آلبوم Fires of the Dying World از Desolate Shrine. اینا رو من از قبل دوست داشتم و حالا میگم این درستیم باز دوباره هم میتونی شد. اینم خیلی انتظارم ازش بالا بود چون آلبوم قبلیش مثلا رنده کرده بودن رفته بود، ولی باز به چیز برخوردم که اونقدر هیبی نبود مثل قبل. اصلا این مسیریه که دیگه انگاه بنده سنشون میره بالا و اینا ازداره اینطوری میشن خیلی از اون یه سری بنده رو مثلا به جز مشوگا اون یه سیمونه دیگه. این آلبوم هم مثل اون در واقع مثل اوریجین خیلی توقع من بالا بود و خیلی توقعش هیوی و مثل همیشه دیگه دزاره چرا اصلا کلان یه فضای دارکی داشت و حاوی بود، ولی یه مقدار میگم دراپتر شدن یه ذره انگار آرومتر یه ذره آلوم وقت چیز نیست. ولی نه اگه درست دقت کرده باشه این هم یه فاز تمپل آف ویتوری تو اون بخش دومش داره، یعنی دقیقا در واقع انگار دس و بلک و دوم یه جوری میکسشونه، یعنی نمیشه درست دس متال هم در واقع، ولی خب خیلی اینفلوئنس بلک و دوم هم دارن و دومش خیلی مثل تمپل آف ویت بود برام. خیلی تغییر ژانر دادن توی این ترک، یعنی میگم توی ترک توی آلبوم واقعا کامل حس میکنی که چند تا ژانر مختلفه. رارتش هم مثلا حرف نداره واقعا تمیز داره اینا. آره اینا underrated از فکرم واقعا و امیده کنم دیده بشم میده برسم، ولی میگم باز ولی خب من توقع هم خیلی چیدی مثلا از اینو بالای فضایی بود اینطوری که فکر کم نبود، ولی در حدی بود که مثلا تاپ تیری من تا الان بمونه یادم و ایشان میکنم. نه حالا دست میتال باز دست بلک دیم هشت دوستایی این آلبوم. آره چیزی که راجع به این آلبوم میخواستم بگم اینه که اینا درسته چند تا ژانر مختلف کار کردن، ولی هر کدوم از طرفدارای این ژانر بیان آلبوم گوش بدن دوست دارن، چه معنی که مثلا بلک گوش میدم، چه کسی که دست گوش میده، چه کسی که دوم گوش میده، میتونه ارتباط برقرار کنه با این آلبوم. شاید خیلی اونقدر حال نکنن با شاید، ولی میتونه ارتباط رو برقرار کنه. یه چیز نیست خیلی مثلا سری آلبوم کچی گروبی نیست، ولی خب اگه برن تو عمق قضیه میبینن که نه. بریم آلبوم دومه اول من، یک آلبوم
دسکوره. یه تایمی تو امسال بود فکر کنم دو هفته اول سال بود، دو هفته اول ژانویه بود، یهو کلی آلبوم دسکور اومد. یهو این جزء همون آلبوم هایی بود که اونجا اومد و کم توجه ترین آلبوم هم بود، یعنی اینقدر به این توجه نکردن که من واقعا دلم سوخت. ببین این انگار رفتن زیر شادو آف اینترنت، اصلا من نشیده بودم هم زیر شادو آف اینترنت هم از اون ور انترپرایز اورف ترک داد، اینجستد ترک داد، اونا که آلبوم دادن اینجستد ترک داد. تو هم گفتی من رفتم چک کردم حاجی وای فضایی. بعد اصلا نمیشه جدید جدیدم از 2020 فرم شده بود اسمش کردم بلک اند اسکور سیمفونیک، بلک اند اسکور خدا، یعنی لورناشور الان به نظر من بهترین بند بلک اند اسکور نیست، الان اینا خیلی خوبن. بوم شفرد حرف نداره. بعد بریک دانا رو میبینی هم دقیقا هم بریک دانا همه جایی فاز تکنیکال اسمتال داشت مثلا. دقیقا مثلا. تغییر جان رو میبینی، یه هو تغییر جان بچه فیتایی داره خیلی تنس. و مثلا اون تیه تکش ریونز کیپ یا ریونز کیپ آره کلین بود و اصلا من اینجوری داشتم مو به طرف سیخ میشه. اون فضا سمفونیاش چقدر تمیز کار شده بود چرا بعد فوق العاده دیده نشد اومد با من. ببین یه دونه ترک داره که تو هم موزیک ویدیو هم شده. بعد اول ترک یکی دو دقیقه که میگذره یه بریکدان به تحویل میده، بعد بریکدان سنگینه، ترک جوری پیش میره خیلی سنگین پیش میره، کروس رو اجرا میکنه، آخر ترک از اون اولی سنگین تر میده. یعنی تو اگه اولی رو پا نشدی بکوبی خودتو به در و دیوار، تو این دومی میکوبی. واقعا خفنن. بعد یه داستانی که دارن اینه که ریف های بلک متالی که اینا دارن، یه ریفی دارن وای ریف های بلک متالش میبینی چقدر رو ترک میشینه تو اون تمپو و با اون وکال، فوق العاده است، فوق العاده است. ببین قشنگ هم وای به بلک متال، دسکور، سیمفونیک متال، تک دس، تمیز واقعا. یعنی واقعا میگم واسه کوالیتی ان خیلی تمیز بودن. دمت گرم اینو معرفی کردم، مثلا نشده بودم بشنم. خیلی حیف شدن، ولی خیلی حیف شدن. یعنی تو تایم بعدی آلبومو دادن، تو تایم خیلی بعدی. گیم بازی کرد، گیم بازی میکنی؟ نه گیمر هستی. من یک دو سال کم عقب افتادم ولی شدید بودم و پیگیرم هستم. ببین تایتان فال 2 رو بازی کردی؟ دوشو. دوش. موقعی دوش که اومد یکشو یکیش که مولتی پلیر بود خیلی خوب بود. دوش که اومد بخش داستانی هم داشت. بعد اینا ارزش با بتلفیلد بود، خیلی نزدیک بودن به هم. ای قشنگ حیف کرد تایتان فال با اینکه 10% از بتلفیلد بهتره، از همه لحاظ شوتر فوق العاده تریه. توی پاپ هم مثلا هالزی رو بشناسی؟ آره. اومد آلبوم داد، امنم به سپرایز وارترین حالت ممکن فرداش یه آلبوم داد، قرارم آلبوم بده. ببین فروشش اون داستان داره با اون، ولی خب اینا فکرم قصدی نبوده، ولی اون از قصد فرداش یه آلبوم به کامل داد و اصلا پر فروش اونو زد داره کنار. اینا خیلی بد موقع واقعا منتشر کردن. یعنی تو هفته ای که دسکور داره میترکونه آلبومو دادن و له شدن، قشنگ زیر اونا له شدن متاسفانه. اوایل سال تایم مناسب برای ریلیز آلبوم دیگه، اصلا معمولا بنده خیلیشون جا میفته. نه بوسه بنده آندرریتد، بو بنده آندرریتد نباید همش داشته باشه. تو خیلی از لیستا میاد، احتمالاً این آلبوم تو خیلی از لیستا بیاد از وبسایت های بزرگ، ولی خب چه فایده؟ واقعا چه فایده؟ اون میدونی اون هفته اول علاوه بر مارکتینگ و اینا، اون هفته اول خیلی مهمه برای من. آره. فروششون برای اگه تور بذارم فستیوال من اون هفته اول چک میکنم و اینا باختن دیگه. آره. به نظر من بهترین آلبوم دسکوری بود که منتشر شده امسال، با احترام بسیار زیادی که آره به شاد آف اینتنت میذارم و کلن انترپرایز اورف هم اتفاقا آلبوم خوبی داد، ولی واسه من اینا بهترینن، واقعا خیلی خوب بود. آلبوم دوم تو؟ حالا دوباره من آرتیفیشال برین، از آرتیفیشال برین سلف سایتل دیدم. این بند این سه بای آلبومشون ده، من از اولی قشنگ پیگیرشون بودم. ببین خیلی باحال این سه رو انگار سه گانه طوره. آلبوم اولش خیلی ریف تور بود، اصلا کلا رو ریف محور بود. آلبوم دومش اتمسفریک بود. این سوم قشنگ یه بالانس بیتی بین اون تکنیکال ریف بودن و اون اتمسفریک بودن داره و خیلی خفن. قشنگ هم معلومه، یعنی یه سری الهام از گورگاتس گرفته، از دیمیلیش گرفته، از ایمولیشن گرفته و در این حال به کلان سبک
دیسونان دس متال اینجوریه که خیلی نویز اینا دارن، من حال میکنه مثلا اول سایت مثلا جز تاپ 5 بنده مورد علاقه اینا هم همینطوری بودن. و یه جاهایی از آلبوم مثلا فاز بلک متال ریزی داشتم خیلی کثیف و اینو بود، در عین حال اصلا انگار اینا چیزا آندرریتد توی این کامیونیتی نیستن، کامیونیتی تکتس و اینا. آره یه جو واسه خودشون دارن کار خودشون میکنن. آره. چقدر خوب بود آلبوم. ساوند چیزن، ساوند مثلا دس متال جدید انگار اینا که از قدیما الهام گرفتن مثلا از کوپاتس و اینا 1998 اومدن یه تغییراتی دادن و عشان از آلبوم مدرن دس متال. یه حسی مثلا موقعی که بلک دایل مورد باشه یه آلبوم میداد که اومد مثلا خودشو معرفی کرد که آقا مدرن دس متال ماییم، اینم به نظرم میتونست یه همچین داستانی باشه. من آلبوم از لیست تو پیدا کردم و چقدر دوست داشتم آلبومو، چقدر دوست داشتم آلبومو و خیلی حیف بود. یعنی من استریمش دیدم انقدر کمه، واقعا گفتم بود چرا آخه خیلی خوبه. واسه بس کامیونیتی تک دست مثلا جز اونایی که تقریبا میشناسن اکثرا، ولی بازم کلا چیز کامیونیتی بزرگی نیست. یه تنها تهدیدش میکنم درویش دست متاله. نه بعد از درویش دست متال اینا چیزن جز دست متال مدرن خوب. قبل اینکه بریم سراغ آلبوم سالمون تا الان و آلبوم اول رو بریم سراغش، بریم سراغ آلبوم هایی که میتونست تو این لیست باشه ولی خب به دلایلی الان نیاوردیم، ولی خب شاید در ادامه دوباره بیاریمشون. سه تا آلبوم میخواییم بگیم از آلبوم هایی که تو این لیست میتونست باشه و میخوایی تو شروع کنی؟ آره آلبوم اولت این چیه؟ حالا سینگل ها رو نمیشه گفت دیگه، حتی مثلا سایکراپتیک و چیز فاینال لایت پرتویتوره اینا هم سینگل دارن در آلبوم میدن، اینا نمیشه گفت حساب نیست آلبوم ها رو فقط نه نه فقط آلبوم آخه هنوز نه ایمان نه بعد یه دون برنامه میخواییم بذاریم خواسته بهترین سینگل هایی که امسال اومده. آره آره حتما. خب بریم برای من اولیش اگزوکراینه، من ده تکنیکال دسمتاله پشن تکنیکال دسمتاله با من و ببین چون تقریبا جدیدن و یه ذره کار داره دیبله میشن و کوالیتی هن این تنها مشکلش اون کوالیتی شه به نظر من، اگه اون میکس و مستر و پروداکشنش هاش قلی شه واقعا روز تاپ ها میشه، ولی خب خیلی تکنیکی اصلا تکنیکی تمیز بیس لاین های خیلی پیچیده، درام های خیلی فست وکال تکنیکی خیلی خوبن و جدیدن دیگه دارن کم کم میان بالا. این موضوع شما فکرم اوکی میشه یا بعدا ریمستر کنه یا کنه سر این کوالیتی که باز از قبلی بهتر بوده، ولی باز هم از همه خیلی یادش که باشه بهتر بشه. یعنی حساب این چیز کنو که الان ما گفتیم واقعا کوالیتی هم زیاد اونقدر چیز نبود که توی تاپ ها باشه. ببین بعدیش وایل هینتر، اینا هم جزه بنده اسمتال خیلی خوار و مادر آندرریتد. آره در اینا جزه واقعا بکنم کل آلبومش رو هم هزار تا استریم نداره، کل آلبوم رو هم اونا بگم من تو این پرسو هم بار بپشت دارم هم گوش کرد. آره هیچ من اینا هم دیگه ولی میبینی خیلی سخت هم شدی سیگه بسید تا الان این هم من میتونستم بیارم ولی یه ذره چیز بودم دیگه بختم دونه بقیه شاد ای خوشته اینو و بعدیش هم فادر ریف فاونده که اینا هم خیلی فاز وکال ستوری داشتن و اصلا کلی هم میگم اصلا امسال من حتی هر سال اونطوریه دسپتال ما هستن این واقعا ریلیزا خیلی ترتمیز میاد و این هم اسم بندم خیلی باره فکرم میشه پدری که خطاکار یه همچیزی فادر بی فاول بی فاول و این هم شاید بگم دلیل این که تو لیست نبود شاید کوالیتیش باشه چون واقعا آندرریتد هست فکرم پول رو اصلا ندارن بند خود مثلا، ولی اینا هم جا دارن که خیلی بیان بالا و برای دیگه من گفت من سه تا آلبومی که انتخاب کردم سه تا آلبومیه که اصلا حیف نشدن هیچ کدومشون، ولی میتونه بهشون خیلی بیشتر توجه شه و اینجوری انتخابشون کردم که احتمالاً این سه تا رو خیلی‌ها دوست داشته باشن
و بسیار بسیار بودم. اصلا بسیار بسیار چیزه، کوالیتیشون خیلی بالاست، میکس و مسترشون خیلی خوبه و یه تایمی هم اومده بودن دو تا اولی، یعنی آره. جپ فاستر تو دقیقاً. آلبوم اولی که میخوام برم سراغش آلبوم کولده و یکی از آلبوم هاییه که من این همه دارم غور میزنم که آقا بنده بلک متال دیگه الان تو 2022 نباید اینقدر وکالشون ضعیف باشه، اینقدر میکس و مستر افتضاح باشه و یکم باید به شعور مخاطب احترام بذارن. مخاطبی که داره بلک متال گوش میده دیگه نمیخواد با یه همچین کوالیتی حالا گوش بده خیلی وقتا، و اینا دقیقاً یه همچین کاریو کردن. یعنی میکس و مستر کار چقدر قویه، چقدر همه چی سر جاشه و چقدر کوالیتی ترک خوبه، یعنی فوق العاده است. چی؟ یه بند داریم سان آره سان او سه تا این چیزه. آره یه فاز اونم داشت، یه ترک داشت خیلی دقیقاً کار نویز و درونی داشت روش خیلی بود. از 2014 فکر کنم اون رو نداده بودن و بعد مدت ها اومدن چی دادن و خیلی ها منتظر بودن. یعنی بند اصلا underrated نیست توی حال ژانر بلک متال، خیلی ها میشناسنش، خیلی ها دوستش دارن، فروش خوبی داشت، استریم خوبی هم شد خوشبختانه. با سارک کار میکردن فکر کنم اگه شانه واقعا خوب بود، یکی آلبومی بسیار خوب بود. کاور آرت چقدر شیکی داره، چقدر کاور آرت شیکی داره، شیک و تمیز در آوردن. اگه بلک متال دوست دارید و اگه هم دوست ندارید، مطمئن باشید یکی از آلبوم هایی که میتونه خیلی ارضاتون کنه، به خاطر اینکه کاملا ساده است، اصلا چیزهای عجیب و غریبی نمیبینید ولی چیزهای ساده رو انقدر خوب کنار هم قرار داده که یه کار یونیک داره تحویل میده، فوق العاده است. آلبوم بعدی یکی از واقعا آلبومایی که من حیف بود که راجبش صحبت نکنم، تو لیستم بود ولی خب گذاشتم تو اینجا که حالا راجبش صحبت کنم، آلبوم لورد بلیال. هشت اولین آلبومش بود. آره چقدر کوالیتیش خوبه، چقدر کوالیتیش خوبه، یعنی کوالیتی اینسترومنتال داشت. آره و اینم آلبومیه که خیلی ها دوست دارن، یعنی مطمئنم خیلی ها مثلا برن سراغش حال میکنن. اصلا مهم نیست با بلک متال حال نکنی، از این آلبوم خوشت میاد، یعنی من مطمئنم یه همچین چیزیو. و یه سری هم منتقدا هستن که از همه آلبوم ها ایراد میگیرن، از همه ی آلبوم ها ایراد. آره از ببین هر چی که بدن اینا ایراد میگیرن، یعنی بالاتر از فراستی قشنگ متالن اینجوری بذارید بگم. اینقدر از این آلبوم تعریف کرده بودن، ببین نمیدونی چقدر تعریف کرده بودن، یعنی آلبوم محبوب منتقدا توی امسال بوده، خیلی دوستش داشتن این آلبومو و خیلی چیزه، خیلی خیلی سخته یه همچی کاری که هم کسایی که حالا به صورت کژوال تور حالا هرچی دم دستشون بیاد گوش میدن و راضی نگه داری، چه کسایی که خیلی تکنیکی دارن گوش میدن، چه کسایی که حالا گوش میدن که غور بزنن، خیلی چیزه، خیلی کار سختیه. اینا تونستن از پسش بر بیان و یه آلبوم هم هست که اینو من میخوام عرضم به حضورتون. اسلیت بستش اینو زیاد نبودم من زیاد. اسلیت دوست نشتی زیاد یه ذره فارس هبی متال داشت. دقیقاً دقیقا میخواستم همینو بگم، یه هیوی متال بود کاملا که حالا بعضی وقتا به یه سری ریف های بلک هم حالا توش اضافه میکرد، یعنی میخواست به من حال بده یه سری یه همچی کاره میکرد. آره من خیلی حال کردم باش و اتفاقا فیزیکیش هم فکر کنم میاد این یکی دو هفته توی ترکیه، سعی میکنم بگیرمش آلبومو، خیلی دوست داشتم آلبوم، نمیدونم چرا خیلی هم دوست داشتن یه همچی آلبومیو، یه قشنگ فاز نوستالژی تو گفتی شنیدم. آره من با آرتورکش خیلی حال کردم ولی موزیکش زیاد دوست نداشتم. موزیک هوی متال، آره اون فاز هوی متالش خیلی اولد اسکول، خیلی اولد اسکول. آره یه ذره آره من مدل دوست ندارم ولی خب ولی اولد اسکول نیست، یعنی یه سری از چیزای مدرن رو توش می‌بینی. آره اینو من خیلی دوست داشتم، وایب هوی متال قدیمی داشت. آره دقیقاً بلک متال بود، مدرن بود ملودی، ولی خب تو نوع اجرای وکال اونجوری نیستن، یعنی من خیلی دوست ندارم مثلا اولد اسکول ها نوع اجرای وکالشون، نمیدونم چرا منم واقعا اصلا واخه کلا من بچه مدرن متال هم دیگه، یعنی تایمی که من با متال آشنا شدم مدرن متال بالا بوده و واسه همین زیاد دوست نداشتم، ولی وکال دوست داشتم، نوع اجرای وکال خیلی
جوری بود که من خوشم بیاد و قشنگ هوی متالیه که توش از ریف های بلک متال استفاده شده. این بهترین توضیحی که میتونم راجع به این آلبوم بدم و دوست داشتم. بریم سراغ آلبوم اول. آلبوم اول تو، اول تو بگو. من بگم یا من بگم فرق نمی کنه. من میگم بگو. آلبوم اول من اینو میتونم بگم، آلبوم اول یعنی بقیه رو شاید دوی تا در از بند سورپشنه به اسم جورت یا شاید یورت بوده بشه که اش بوده نشه. آها شیف میبارد از اینه اصلا این ریفای این لامستم و خیلی هم جالبه گیتاریستش تو آلبوم اصلا نزده فقط نوشته و اعضای آرمس پایی و اعضای سایگرافتی هرچی بند قول تکنست رو بگیم موتزارتور رو زدن. وای وای از ریفاش تکنیم یا ترک یک یه ریفای خیلی نمیدونم چی میگم بهش، خیلی تمیز کامپیوتری قطع قطع قطعیه هدبنگیه گروهی تکنیکی. وای اصلا نمیدونم این آلبوم خیلی تکنیکیه، خیلی تکنیکیه. وای 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 یعنی یه جورایی یعنی انیمالز از لیدر رو گوش بدن بعد اینو گوش بدن اصلا که آدم اوور میزنه. خیلی سنگین آلبوم، واقعا سنگین آلبوم. آره اونا وکال نه، این ولی وکال داره. آره این وکال خوبی هم داشت. وکال واقعا اختلاف برای خودم سلیقه شخص سورپشنش تو اصلا شک نداشتم که شما یک اینه. واقعا اصلا ما همون اول هم که صحبت کردیم راجع به لیست اینو گفتی، گفتی سورپشن رو دوستش داره. آره سورپشن واسب دیوونم کرده. سوئدی ها اصلا چه تک دستشون، چه معمولی دستشون، چه ملودیک دستشون، همه شیشون خوبه. و یه داستانی که داره اینه که آلبومو شاید خیلی دوست نداشته باشه چون خیلی تکنیکیه. من دوست داشتم، من خیلی دوست داشتم، ولی باید تایم بدی به آلبوم، باید تایم بدی به آلبوم. یعنی کسایی که زیاد تکنیکی گوش ندادن مطمئنن دوست ندارن آلبوم چون نمیتونن بفهمن داره چی کار میکنه. من چون حالا از قبل فنشون بودم و همون آره. مسیر رو دارم، ولی من خیلی دوست داشتم، من آلبومو خیلی دوست داشتم و میست داده بودم اینا. آلبوم اول لیست من آلبومیه که چون که میدونست حسین من میارم توی لیستم و آلبوم سالمه نیاورد توی لیستش. یعنی ما موقعی که داشتیم با هم صحبت میکردیم آلبوم های اول خودمونو میدونستیم و نیاوردیم دیگه که حالا آلبوم های بیشتری معرفی کنیم، ولی خیلی دوست داری، مطمئنم که خیلی این آلبوم رو دوست داری و مگه میشه This is for Omega آلبوم بده و من آلبوم سال نذارمش؟ مگه میشه یه همچین چیزی؟ چرا اینقدر اینا خوبن؟ چرا اینقدر اینا فوق العاده‌ن؟ واقعا یه چیزی که سورپرایزم که این بود که یه ذره یه کوچولو قبلا خیلی فستی کوچولو اسلوتر اتموسفیکتر شده بود، ولی چه گیتار سولوهای مریضی داشت. چقدر آلبوم همه چی داره، آلبوم واقعا همه چی داره. اینو واقعا نمیدونم چی بگم راجبش. ببین This is for Omega همیشه بندی بوده که مثلا بلک متال ارتقا هی داره میده، یعنی کاملا یک جور دیگه کالتوری داشت، یه جور دیگه‌ای به قضیه. هر کی میگه بلک متال فقط یک ریفیه که داره تکرار میشه و یک وکال نمیدونم چیزیه، یعنی کسی یه همچه ریسپکتی به بلک متال نمیذاره This is for Omega گوش بده بردش میشه، یعنی همچه داستانی داره. سکته میدونم فوق العاده است This is for Omega. فوق آلبوم ترسناکه، آلبوم خیلی آلبوم ترسناکه، اتفاقایی که تو آلبوم داره میفته و اتمسفری که داره به قول تو اتمسفریک تر آلبوم و صد درصد آلبوم سال منه، صد درصد آلبوم سال منه. و فکرم نمی کنم، یعنی من موقعی که آلبوم اومد، شبی که آلبوم اومد، اومدم یک وایسی توی چنل تلگرام هم دادم، گفتم که آقا واسه من امسال تموم شد، من آلبوم سالمو پیدا کردم و فکر نمی کنم. تو فکر میکنی آلبوم بیاد در آینده که آلبوم سالت بشه؟ ببین من من راستش دو تا چیز یه ذره چیزم، هنو دو تا سینگلش اومده، مثلا یکی بین سینگلش اومده سایکراپتیک و فاینال لایت. سایکراپتیک یه تکتس سگ خدای اصلا شکلی توش چیز دیگه، تنها دلیل هم که توی این لیست نمیدن اینکه هنوز نمیده سینگلش اومده. فقط اون میتونه با سورپشن برای من رقابت کنه. اون فاینال لایت هم یه چیز جدیدی بود من شنیدم، چون
وکال کالتافونه با پرتربیتور آیسس الکترونیک سینت ویبه وکال هارش روی موسیقی الکترونیک اصلا هیچ متالی نه اصلا گیتارش نیست الکترونیک خالص وکال اسکریم و فیران خیلی جدیدی و واقعا من شاید اونا بتونن نمیدونم مطمئن نیستم تو برای تو که دسسپل بکنم من دیگه بس من دسسپل تمومه یعنی تا آخر سال این رده اول منه من خیلی دوست داشتم من آلبوم بهتر خب اصلا نمیاد دقیقا سلیقه من دسسپل آخه بعد فن این گروه هم هستم یعنی پستنوار من دوتا گروهی که خیلی دوست دارم دسسپل اومگا و پستنوار و آرگوسلنت البته که حالا اونا داستان دارن و دسسپلو من خیلی دوست داشتم آلبوم امسالشون رو بعد خیلی هم یهو آلبوم دادن یعنی زیاد ما نمیدونستیم که قراره این آلبوم بدن چون اصلا فعال نیستن جایی که حالا ما بدونیم خیلی چون فعال نیستن آره شانسی یهو میبینی که آلبوم دادن نوتیفیکیشن اسپاتیفای واسه من اومد که من فهمیدم آلبوم دادن من اصلا نمیدونستم آلبوم دادن و موقعی که آلبوم اومد من دقیقا مثلا یک چی مثال بزنم مثل یک یه همچین حسی داشتم آقا ما رو بگاه نده اوکی اوکی سانسور میکنم کامل من کامنتی نمیذارم به سال همو سانسور میکنم ولی کلا یه همچین حسی بهم داد و دقیقا اون ظهوره بود واسه من یعنی قشنگ ظهور کرده بود واسه من و موقعی که گوش دادم دیگه همه چی داشت یعنی آلبوم واسه من همه چی داشت و به قول تو وقتی که دیدم اون فضای سنگین رو بردن سمت این که تکنیکی ترش کنن مثل هر فن دیگه ای میدونی میتونستم واکنش های مختلفی نشون بدم و راجب دسسپل یه صحبتی کنم راجب دوستی که خیلی اصرار داشت دسسپل اومگا بند مسیحیه و یک بند بلک متال تو ایران داره میگفت واتین و دسسپل اومگا بندهای مسیحی هن. و میگفتش که اینا از قصد اومدن توی چیز توی بلک متال که مسیحیت رو تبلیغ کنن فکر کنم در جریان نبود که ما اصلا کریستیان بلک متال داریم نمیدونم بعد اصلا کریستیان متال تو کار کنی تبلیغ واسد میدونی چقدر پروموت میشی یا مثلا چرا رافی پورتو اسلیر مثلا مسیحیه چیز آره. ولی خب میبینید آلبوماش تیر تو انجیل و فلان میدونی اما که اونطوری نیست سال اینه که میگه هست. ولی اگه اونطوری هم باشه هم بازم من مشکلی نمیبینم چون چیزی که اهمیت داره واقعا موزیکه یعنی متن اشعار میخواستم راجع به اینا یکم صحبت کنیم توی آلبوم هایی که دادی چند درصد متن اشعار باعث شد که بیاد توی لیستت منم صفر من کامل صفر آره ولی کاملا موزیکال یعنی من اول موزیک میشنم بعد دیگه دقیقاً و توی اکستریم متال واقعا زیاد متن اشعار تأثیری نداره چون به هر حال تو قرار نیست زیاد بفهمی یعنی دیگه باید خیلی خوره باشی بری مثلا متن رو برداری یا مثلا بدونی مثلا دستسولومگا متن بدن عجیب و غریب متن میدن سپتیک فلش متن بده تو باید کتاب بخونی تا بفهمی میدونی دقیقا میگن اصلا توقع نداری مثلا فنی که بشنه دقیقا بفهم. بعد هیچ تأثیری نداره یعنی متن اشعار واقعا توی آلبوم هایی که من اینجا دستبندی کردم تأثیری نداره و فقط موزیکه واقعا کاملا باید موفق خیلی موفق جاره بیرو گفتی حالا شانرهای دیگه شاید ولی خب تو اکستریم نیست تو هیوی میوزیک نیست اونجوری آره مثلا کسی که پروگرسیو گوش میده یا آلترناتیو داره گوش میده یا اندستریال گوش میده میتونه یه همچین ادعایی کنه اگه همزبون خودش باشه مثلا میتونه یه آلمانی ادعا کنه که من رامشتاین واسم بهترین آلبومه چون متنشو دوست داشتم چون کامل میفهمی چی میگه اگه آلمانی باشه ولی توی اکستریم متال نمیتونی همچین ادعایی کنی بلک متال چی تو میفهمی از متنش موقعی که داره اجرا میکنه من خصوصا میگم حالا ما ایرانی که آره حتی اونایی که زبانش رو مثلا بودن باز آره. اما که اصلا نمی اصلا توقع نمیره که دست شنیدم تو لیریکس بفهمی آره به خونی هم اینقدر دقیقاً مثلا
الان شادو اف اینتنت شاید یه ذره بسا او گفتن صفر تا پنج یه ذره شادو اف اینتنت بیریکسی هم برمان چیز ولی بقیهشون اصلا یعنی اصلا شاد آف اینترنت هم چون میدونی ثابت کردن آره. که خوب میتونن بنویسن میدونی دقیقا. این نکته یه که هست وگرنه مثلا آلبوم هایی که من مثلا من رفتم دیدم مثلا ویتر دیموناتس رو که مثلا لیست من بود و نشیده بودی یا مثلا فلان آلبوم نیست. اصلا نیست تو نمیتونی ولی موزیکش جوری بوده که من دوست داشتم یا مثلا خیلی از بنده هستن که همچه اتفاقی میفته بنده یک سیرم زیادی ما داریم و زیاد رپ آرش رپ نیدیکانه ولی میگم اتفاق دیدیم آره آره کانسپتش شده مثلا کل غزه ولی اشعار و بیت به بیت بدانه نه واقعا آخه اگه لیریک مهم باشه ما اصلا نباید اسلام گوش بدیم واقعا کی حال میکنه مثلا راجع به دل و روده در آوردن چه فازی ها ولی خوبه آره. استوریش خنده بعد خیلی از اصلا لیریکس نداره ایگور مثلا مثل ترکاش آواه یعنی مثلا یارو داره فقط داد بزنه مثلا داره چخت فهم اصلا لیریکس نداره خودشون لیریکس نداشتن و موزیک دیگه به موزیک آخه تعریف موزیک هم همینه تو موزیک و ببین واسه ایرانی ها مخصوصا میخوام ایرانی ها رو مثال بزنم چون ما خواننده محور جلو رفتیم دیگه همیشه از اول سوپر استارمون فلانی بوده اتفاق البته کل دنیا البته دچار یه همچین داستانیه دیگه واسه همین پاپ استارا مطرحن دقیقاً بنده دیده میشه واسه سر همین موسیقی رپ الان انقدر رفته بالا به نظر من چون قلم قدرت مثلا قلم یک رپر باعث میشه که حالا بشه یه همچین داستانی چون خیلی ساده حرفایی که تو میخوای بزنی و داره میزنه و داستان همین موزیکش دومه تو رپ اولویتشون رو تکست نویسه و موزیک ولی تو متال برعکس کامل دقیقا میخواستم بگم کاملا برعکس متال و من متوجه نمیشم یه دوستی میاد میگه که من فلان آلبومو دوست ندارم چون متنش فلانه دایی اینجوری باشه اصلا نمیتونم متال لذت ببری واقعا نمیتونم متال لذت ببری کنیبال کورپس تو لیریکاشو بخون آیکان بلادشو بخون چی داره بیگه اما همه اسمش خاپیه همین آره تو مثلا چی هتون مخفی کنی در دنبال چی تو آره دنبال چی میگردی زیر بغل مارن واقعا و سر این بسره خیلی من صحبت کردم و میخواستم نظر تو هم بدونم که آیا مثلا متن شعر تأثیر داشته یا نه توی آلبوم برای من اصلا اصلا با این که مثلا میگم من مدرک دانشگاهی نه همش انگلیسی بود و برادران باز خیلی داشت اصلا نمیشه شدید آیا رو داره تو فوش در میره الان آره و بخونی و حالا بخونی هم اونقدر چیز خاصی نیست اصلا بیل راموس رو بزن مثال بزنیم کسی که الان سوپر استار داره میشه دیگه دو سال همه جا حرفشه به خاطر چی اومد اون تیکه بریکتانی که صدا عجیب و غریب در آورد آره دقیقا چون نداره. نداره آره دقیقا دقیقا به خاطر همون یکی مهم نیست زیاد سخت نباید بگیرن آره بچ مثل موسیقی پاپ نگاش نکنن خیلی یاد این سخت گرفتن خیلی رو مخمیره جاهایی خیلی آره. سریا دیگه دارن تو ماچ اگزاجر به چیزی میکنن دقیقا نظر من آره نظر اصلا خود اونو خود کنیمال گفت اینقدر جدی نمیگیره قضیه به شما رو دقیقا و خیلی اصلا نمی نویسن یعنی چیز خاصی نمی نویسن با ما گروه داریم که اصلا لیریک نمی نویسه میاد یه صدای اوه هم خیلی هم داریم دیگه صدا رو فقط میکنه بعد میری تو متارکات میبینی متن شعر رو شما اصلا داره شکسپیر صحبت میکنه خب نمیشنوی تو اینو دنس نویس چی داری میگی تو اسلام خیلی سر بنده اسلامو دقیقاً میخونن بعد یه شعر روش در میاد میبینی مثلا پورنو گرایند اگه بخوایم ما به لیریک نگاه کنیم همه رو باید بگیرن مثلا یه سری من خودم میرم خودم رو لو میرم مثلا اینو لیریک چیز سوارا مثلا داستان حاکم به تورچر مثلا آره یا گات ولی موزیکاش خوبه گات موزیکاش واقعا خوبه پورنو گرایند واقعا خوبیه ولی خب اونم تو لیریکاش ضد زنه دیگه چی اصلا خیلی دیوارا ولی جوکن دیگه جوکن خودشون هم میدونن همین خیلی جدیدن همه جدی میگیرن قضیه رو آره. همه رو میخوان کنسل کنن تو یارو یه چیزی میگه به نام ولی بابا بزن نه ایران ها کلان کل دنیا آره سینه متال واقعا یه همچی مشکلی رو داره مرسی ازتون حتما حتما نظرتون رو بنویسید دیگه گفته بودید راجع به آلبوم هایی که امسال اومد صحبت کنیم با یکی از خفن ترین ها
یه همچین صحبتی کردیم و من خودم خیلی دوست داشتم، امیدوارم که همتون دوست داشته باشید. حسین اگه صحبتی داری حرفی بزن که تمامش کنیم. مرسی، خیلی خوشحال شدم که اسم رو حتما بازم قسمت دیگه بذاریم، و اینکه خیلی برام جالبه که تاپ 10 بقیه رو ببینم. یعنی میدونی الان خیلی آلبوم رو میسکرم، همین الان لحاف کد کن کنم. دوستان که مطمئنم خیلی چیز دیگه هم هست من رو تو با هم میسکره. یعنی من این ویدیو رو حتما کامنتاش رو خیلی شکر میکنم، برام امیدوارم که درست بکنم. دقیقا بچه پایه باشید، پایه باشید، بنویسید و دیگه حال بدیم دیگه به هم، یه همچین حالیو بدیم که ببینیم سلیقه‌ها چجوری، آلبومای خوب چجوری بود. دمتون واقعا گرم، مرسی از همگی و تا ویدیوی بعدی موزیک خوب گوش بدید.